در پی اقدام حکومت ایران در بستن حرم های متحر اهل بیت علیه السلام در این کشور علما و مراجع تقلید نارضایتی خود را از این عمل اعلام داشتند حکومت ایران مدعی شد حرم را با استناد به فتوای ستن از مراجع تقلید بسته است اما این دا از سوی دفاتر علما و مراجع تقلید قوم رد شد آیت الله صافی گلپایگانی با صدور بیانیه اعلام داشتند تمامی مواضع رسمی معظم الله صرفن از طریق سایت رسمی ایشان منتشر می شود. از سوی دیگر آیت میلانی از علمای شهر مقدس قم نیز طی اطلاعیه‌ای بیان داشته است شفاعت رسول خدا و اهل بیت علیه السلام و توسل به این زوات مقدسه از کتاب و سنت و دلایل عقلی ثابت شده و هیچ مسلمانی که تابع پیامبر اکرم باشد در این باره تشکیک نکرده جز فرقه زاله وهابیت که از نظر عموم فرقه های اسلامی مردود است و اهل بیت رسول خدا اولیاء الله هستند و به ازن خدا شفا می دهند و کور را بینا می کنند و این نزد همه مردم ثابت است و اسناد و مدارک آن در حرم ها موجود می باشد ایشان در ادامه از مسئولان نظام ایران خواسته است هیئتی از علمای محترم و مسئولان حرمها و پزشکان دلسوز جهت بررسی موضوع حرم ها تشکیل گردد تا راه حلی پیدا کنند و جلوی آثار وضعی بسته بودن و بحانه دشمنان گرفته شود و اهل ولایت ضمن تشرف دعاگو باشند. پیشتر نیز دفتر آیتولال ازماشی رزی در کربلا در پاسخ به استفتایی گفته بود، احیای شاعر و مناسبت مرتبط به اهل بیت اسمت و تهارات علیه السلام از امور غیبی و مهمی است که باعث حفظ امت و جامعه از بلایا و بیماری ها می شود و تأثیر این مراسم و شاعر بارها به تجربه های گوناگون ثابت شده است. در این استفدا بر ضرورت بزرگ داشت مراسم اهل بیت اسمت و تهارات علیه السلام بزرگ تأکید شده و آمده که همزمان شرایط بهداشتی و احتیاط های لازم نیز رعایت شود به گونه ای که مانع از انتشار بیماری گردد. حرم امام رضا علیه السلام در مشهد و حرم حضرت معصومه علیه السلام در قوم و حرم حضرت عبدالعزیم حسنی علیه السلام در تهران در شرایطی بسته شده و از زیارت مردم ممانعت می شود که تمام ارتباعات مقدسه در عراق و سراسر سر کشورهای اسلامی و حتی کلیساها و معابد دیگر ادیان الهی نیز باز بوده و متولیان امر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با رعایت نکات بهداشتی اکتفا به توضیح مواد ضد افونی کننده و ماسک بین زائران نمودند پیشتر حتی انجمنهای علمای عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرده بود نماز جماعت در مسجد الحرام و حرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی برقرار می باشد.